به نام خدا. سلام، به اپیزود 58 سلفی کست خوش اومدید. این برنامه در مورد ضمیر ناخودآگاه از نگاه مکاتب عرفانی و سورئالیستیه. قبل از شروع این قسمت باید بگم که این اپیزود به درخواست یکی از کاربران که از ما درخواست کرده بودن راه‌های دسترسی به ضمیر ناخودآگاه رو ساخته شده. ضمیر ناخودآگاه در نگاه عرفانی و سورئالیستی راهیه برای نزدیک شدن به حقیقت برتر. حقیقت برتر مفهومیه که نمیشه با عقلانیت درکش کرد. حتی میتونیم عقلانیت رو بزرگترین مانع شناخت ناخودآگاه و درک حقیقت برتر بدونیم. در کل عقلانیت، اراده و آگاهی چیزهایی هستن که باید از اونها گذشت تا به کمک ضمیر ناخودآگاه به حقیقت برتر رسید. در این دو مکتب اعتقاد بر اینه که ضمیر ناخودآگاه فعالیت نامحدودی در قلمرو ذهن و روح آدمی داره که منجر به راه‌های گوناگونی برای دستیابی به درک حقیقت برتر میشه و برای دسترسی به ضمیر ناخودآگاه راه‌های گوناگونی وجود داره که تعدادیش در عرفان و سورئالیسم مشترک هستن. در ادامه چند تاشو با هم دیگه بررسی میکنیم. اولین راه دسترسی به ضمیر ناخودآگاه خواب، رؤیا و خواب مصنوعی هستش. اگر اپیزود قبلی سلفی کست رو دیده و یا شنیده باشید، در مورد رؤیا از نظر علمی، عرفانی و فلسفی صحبت کردیم و از آموزه‌های فروید به عنوان یکی از متفکران و نظریه پردازان مهم در این زمینه استفاده کردیم. و همونطور که می‌دونید، در مورد ضمیر ناخودآگاه، ارتباطش با رؤیا دیدن، فروید یکی از مهمترین نظریه پردازان هستش. اون معتقده که ضمیر ناخودآگاه مثل مخزنیه که قوانین عقلانی مانع محقق شدن خواسته هاش میشن و همون خواسته ها در مخزن ضمیر ناخودآگاه ذخیره میشن. زمانی که انسان به حالت نیمه آگاهی یا ناآگاهی نزدیک میشه، مثل حالت خواب و رویا، خواسته های سرکوب شده به دور از هر قید و بندی سر بر میارن. سورئالیسم بیش از هر گروه و مکتب فکری از عقاید فروید بهره گرفته. در نظر سورئالیسم دو عالم خواب و رویا به دلیل دخالت نداشتن عقلانیت برای رسیدن به حقیقت درونی ارزشمنده. واقعیتی که سورئالیسم دنبالشه و راه سعادت پیروانش تلقی میشه، در لحظه هایی فراتر از زندگی منطقی روزمره خودش رو نشون میده که خواب و رویا مهمترین این لحظه ها هستن. اونا میخوان با دستیابی به نهفته های ضمیر ناخودآگاه از راه خواب، تضاد بین جهان بیرونی و درونی، تضاد بین جهان خواب و بیداری رو از بین ببرن. چون بر این باورن که حقیقتی که در بیداری میشه اونو جستجو کرد، به طور برابر و حتی روشنتر در خواب هم میشه بهش رسید. آندره برتون، مهمترین بنیانگذار سورئالیسم، تاکید میکنه که نباید برای فرار از فشار واقعیت به رؤیا پناه برد، چون رؤیا از واقعیت سرچشمه میگیره. بنابراین برای رسیدن به حقیقت برتر در عالم رؤیا، تلاشی جز نگارش رؤیاها و آفرینش ادبی در عمل وجود نداره. مکاشفات و تصاویر عالم رؤیا رابطه تنگاتنگی با حالات روحی فرد رؤیا بین داره و همه وقایع اون از روح فرد الهام میگیره. سورئالیست ها در این عقیده از کانت و گوته پیروی کردند که این دو علت بروز رؤیاها رو در وجود خود شخص رؤیابین میدونستند. سورئالیست ها برای بهره‌گیری بیشتر از ناخودآگاه در عالم ناهوشیاری و خواب گاهی از شیوه های غیر طبیعی استفاده میکردند. شیوه هایی مثل خواب مصنوعی یا همون هیپنوتیزم. بعضی اوقات که نمیتونستن با خواب طبیعی به ناخودآگاهشون دسترسی داشته باشن، از هیپنوتیزم استفاده میکردن و توی این حالت تونستن آثار هنری رو هم خلق بکنن. همونطور که در اپیزود قبلی گفتیم، قبل از نظریات فروید و یونگ در مورد خواب و رؤیا نظریات عرفانی وجود داشتن. در عرفان اسلامی بین رؤیا و عالم غیب و آینده ارتباطی قائل هستند و معتقدند که رؤیای صادقه میتونه از آینده خبر بده، مثل خوابهایی که حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت یوسف علیه السلام دیدن و شما حتما در این باره چیزهایی شنیدید. عرفای بزرگ هم گاهی خوابهایی میدیدن که منجر به ارتباط با خدا یا گرفتن امتیازات معنوی در خواب از جانب خداوند میشدن و این عنایات هرگز در عالم بیداری اتفاق نمیافته. دومین راه دستیابی به ضمیر ناخودآگاه مستی و بیخودی هستش. به این حالت در عرفان میگن سکر. توی این حالت به دلیل زایل شدن موقت نیروی عقلانی، پیوند بین روح و جسم دچار اختلال میشه، تا جایی که ممکنه فرد اگر آسیب جسمانی ببینه متوجه نشه و درد رو احساس نکنه. عرفا اعتقاد دارن که درجه نزدیکی سکر به ناخودآگاهی بیشتر از خواب و رؤیاست.
و میگن در حالت سکر نور حق بر نیروی عقل غلبه میکنه و این حالت رو نمیشه با اراده کنترل کرد. یعنی عرفا تصمیم نمیگیرن که به حالت سکر در بیان، بلکه این حالت سکره که با اقداماتی که انجام میدن سراغشون میاد و این نکته، یعنی استفاده از شراب و مواد مخدر نمیتونه این حالت رو ایجاد کنه، چون این حالت علاوه بر معنویتی که داره کاملا غیر ارادیه، در صورتی که مستی با مواد مخدر و شراب حالتی شبیه سکره ولی بدون معنویت. شمس تبریزی در این باره میگه: در کوی معشوق فنگ است، میخورند، بی عقل میشوند، به خانه معشوق ره نمیبرند و به معشوق نمیرسند. اما سورئالیست‌ها برخلاف عرفا از این مواد استفاده میکنند تا با آزادی اندیشه و دوری از عقل و منطق به قدرت ضمیر ناخودآگاهشون دسترسی پیدا کنند و آثارشون رو خلق بکنند. سومین راه دستیابی به ناخودآگاه تخیله. در اندیشه عرفانی همیشه از عقل، منطق و استدلالهاش به عجز و ضعف یاد میشه. مولانا در این باره میگه: هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر. عرفا مدام یادآور میشن که تفکر و اندیشه منطقی مانع رسیدن روح به عوالم غیبی میشه و موافق با آزاد گذاشتن رشته های ذهنیشون هستن و شریعت تا اونجایی با این کار موافقه که در چارچوب احکام باشه. در سورئالیسم هم اعتقاد بر اینه که عقل و منطق آزادی رو از تخیل انسان میگیره و راه دسترسی به ناخودآگاه رو میبنده و تخیل هر چقدر از عقل و منطق وارسته تر باشه به نقطه اوج کارکردش نزدیک تر میشه، جایی که میتونه پیوند ازداد داشته باشه و به دورترین مکانها و دورانها بره. برتون در شعر مرگ گلگون میگه: اختاپوس‌های بالار برای آخرین بار کشتی را که بادبانهایش از جنس امروزند هدایت خواهند کرد. اکنون آن ساعت یگانه است که بعد از آن طلوع خورشید سیاه‌سفید را در میان موهای خود احساس خواهی کرد. از یاخته‌ها شرابی قوی‌تر از مرگ تراوش خواهد کرد، چنان که از فراز پرتگاهی به چشم خواهند آمد. ستارگان دنبالدار به آرامی به جنگل‌ها تکه خواهند داد و خوردشان خواهند کرد و همه به عشق بخشناپذیر مبدل خواهند شد. راه چهارم رسیدن به ناخودآگاه نگارش یا بیان خودکاره که بهش شط هم میگن، یعنی سخنی که به هنگام وجد گفته میشه. عرفا معتقدند در حالت سکر ممکنه کلماتی بر زبان عارف جاری بشه که به اراده او و اندیشه او ربطی نداره و منشأ او عالم غیبه. حتی میگن اون کلمات از جانب خداوند بر او تلقین میشه. البته در اندیشه دینی این امکان رو فقط برای پیامبران و امامان میدونن و این نقطه اختلاف عرفان و شریعت هستش که زیاد در این بحث وارد نمیشم. در نگارش یا بیان خودکار سورئالیستی میگن آزادی از قید و بندهای اخلاقی، اجتماعی و هنری باعث میشه ذهن به نیروی ناخودآگاهی دست پیدا کنه و توصیه‌ای که برای این کار دارن اینه که هر چی به ذهن میرسه سریع و بدون فکر بنویسن یا بیانش کنن. آخرین راه رسیدن به ناخودآگاه شاید براتون تعجب برانگیز باشه. دیوانگیه. یعنی حالتی که ذهن انسان آشفته است و هیچ منطق و استدلال این دنیایی رو نمیپذیره و دنیای خودش رو بنا میکنه. عرفای اسلامی دیوانگی رو یک جایگاه بالا میدونن که هر کس بخواد از عالم غیب چیزی بدونه باید به این جایگاه برسه تا به ناخودآگاه متصل به عالم غیب دسترسی پیدا کنه. مولانا در این باره شعر زیبایی داره: گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. سورئالیست‌ها هم دیوانگی رو چون از ذهن آزاد و دور از منطق میاد در دسترسی به ناخودآگاه بسیار مؤثر میدونن و حتی به عمد خودشون رو به دیوانگی میزنن و در این راه از هر ابزاری که با عقایدشون سازگار باشه استفاده میکنن. برای جمع‌بندی میخوام بگم که هر اثر بزرگ و ارزشمند هنری و ادبی و علمی که در این جهان خلق شده به وسیله ارتباط ذهن ناخودآگاه با منبعی بوده که هنوز مشخص نیست که دقیقاً چیه. توضیح مشخصی نمیتونیم بدیم، فقط میدونیم که در حالت عادی و با عقل و منطق به تنهایی نمیشه چنین آثاری رو خلق کرد. دوستان، امیدوارم که این اپیزود و راههایی که ارائه شد بتونه شما رو یک قدم به شناخت اصل وجودتون نزدیکتر بکنه. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.